سلام، خیلی خوش برگشتیم به کانال مدرس. آنایتا هستم به همراه فرزاد با ادامه آلبوم گوزن علی سورنا. خب رسیدیم به ترک ششم این آلبوم خفنگ به نام رقص یا پیچک. یه چیزی قبل از این که شروع کنیم که میخواییم در ماشا نظر بدیم یا هرچی، این که من تو کامنت ها خوندم و بچه ها بهم گفته بودن که این ترک در واقع داره در مورد یک نگارنامی صحبت میکنه، چون مربوط به آلبوم های گذشته شما من نمیدونستم. اول خیلی ممنونم که اینه برام کامنت کردین گفتین. این حالا نگار یا معشوقه، یعنی معشوق راوی هستش که همون علی سورناس، یا نمیدونم، ولی در حقیقت این گفتگو میانه، یعنی این حرف ها، یعنی یه شخصیت به نام نگار اضافه میشه. اون شخصیت نگار نه، خود شخصیت نگار نیست، ولی مثلا که این ترک رو گفتن که حرف های راوی و علی سورناس به نگاره، حالا مخاطب نگاره. اینو متوجه شدم. حالا بریم ببینیم که چی هستش. خیلی خب، بریم سراغ آهنگ. قبلش اگر که تازه با کانال ما آشنا شدیم، میتونید از این بغل سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ویدیو جدید ما به شما خبر داده بشه، نوتیفیکیشن فعال بشه. هشتگ مدبز در واقع من و آنایتا هستیم در کلی فضای مجازی و آدرس سوشال میدیا ما هم فیسبوک، اینستاگرام و توییتر این پایین هست که اگر دوست داشته باشید اونجا هم میتونید من و آنایتا رو پیگیری کنید. بریم سراغ آهنگ. قبلش یه صحبتی راجع به کاور کنیم که خیلی کاور واقعا خیلی کاور. ببین اولا که یه چیز جالب این که تو این کاور حصار نیست دیگه، چراشو نمیدونم. ببین حصار نیست، این قلابه چیه پس؟ این نه، این خود راویه که اون قلاب و کوله حصار دستشه. آهان، یعنی دست خود راوی. آره، این الان آدم بزرگه، بچه نیست. آخه من فکر کردم جلوشه که معلوم نه دیگه، چون کوله هم رو دوش خودشه. ولی آخه قلابه انگار نه، انگار دستشه یا دستشه واقعا. این یکی از چیزه من فکر کردم مثلا احساس جلوشه ما نمیبینیم. ولی نکته جالب حالا غیر این که مثلا از آهنگ قبلی که دور بود به این جمعیت، انگار اومده رسیده به این جمعیت. حالا یه جمعیتی جلوشه و یه چیز جالب تر ارواحه تو اون آسمون یا همون ابرا یک چهره زن یا دختری هستش که محوه، چشاش هم کسا معلوم نیست، ولی موهاشو میبینی مشخصه که یه خانه، ولی چشماش اینه مثل یه توهم یا یه سراب یا یه چیزی در دور دستا که پس ذهنش ممکنه باشه هست. میتونه با توجه به اینکه میدونیم که این آلبوم، یعنی این ترک داره با نگار صحبت میکنه، شاید اون نگاریه که در دور دستا همیشه در چشم راوی که سورنا باشه هست. یا به هر حال بریم بشنویم ترک، ببینیم که چقدر ربط داره به کاور آلبوم. بسیار عالی، بریم سراغ آهنگ. بریم، برو بریم. تو با تو میزدی رو زنگ سرما، آتیش کشیدی توی جنگ سرما، کشیدی با چه قوسی تو ماب، دست تو پاکویدی شیشه خونه ها شکست، توی خنده به جنگ، موی دماغ خونه ها عدسه سنگ، پاکویدی با چشای بسته، چه رقصی رو خورده شیشه های شکسته میکردی. چه تصویرسازی عالی و فکر میکنم با توجه به اینکه بچه ها برمو کامنت کردن که نگار حالا مشوقه عدی یا هر چیزی هست، کامل داره در برون همون اصلا همینو گفتن اصلا چون اینو گوش میکنی از اولش و بدونی. و اینجا یه چیز جالب میگه که توی خنده به جنگ، موی دماغ خونه ها عدسه سنگ، موی دماغ خونه ها عدسه سنگ. من فکر کنم که یعنی تو کسی هستی که برخلاف این جریان حرکت میکنی، تو کسی هستی که موی دماغ شدن یعنی آزارشون میدی، یعنی میتونه اشاره به اون چارچوب ها و قوانین اینا داشته باشه، تو برخلافشونی، خب تویی که نادیده میگیری و مثلا رها و آزادی، شاید پا
کوبیدی با چشمای بسته چه رقصی روی خورده شیشه های شکسته می کردی. همون اشاره رقص بکنم به معنای همون رها و آزاد بودن از این قید و بندها و چارچوبا باشه. خورده شیشه ها منظور همونه، یعنی این قوانین و قوانین بی ارزش، چارچوبای بی ارزش که مثل شیشه تو رو خراش میده ولی تو داره آزاد. ولی تو ناره چرا خوشگل. آفرین. کوبیدی با چشای بسته چه رقصی رو خورده شیشه های شکسته می کردی. فصل باد واقعیت در آغوش گرفته بودم یال تو، تو با فشار رقصیدی توی باد سیال و رقصیدم پشت رقص سیال تو. از دراست خونه های قصه نامه ای رقص کنون دست های زنی مسترب رها شد مثل دستمال و کاغذ و ساقه زر مرقصنده های ارکستر واقعیت. رقص می شدیم و رقص می شدی تو چادر سیاه شب غرق می شدی با موج خروشان تیرگی مقابل من آروم می افتادی توی ساحل من. من با تو دیدم که مرگ پس می کشه یه مقروخ چه تو بازم نفس می کشه. من آری به زندگی رو با تو فهمیدم این که این بار سنگین و سرسخت می کشه. به 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 چقدر فوق‌العاده است این آدم. میگه که فصل باد واقعیت در آغوش گرفته بودم یالت رو. فکر میتونه استعاره بیندش روشید که تو برای من واقعی بودی. خب بعد یه جای دیگه هم میگه رقصیدم پشت رقص سیالتو از سیالتو. خب یعنی تو با فشار رقصیدی توی باد سیال، یعنی تو برخلاف همه اینا مسیر خودتو رفتی، راه خودتو رفتی، یعنی تو آزادی تو انتخاب کردی و منم پشت سر تو اومدم اون مسیر رو. خب خیلی قشنگ گفته. حالا اینجاش که هیچی، ما رقصنده های ارکستر واقعیت رقص می شدیم و رقص می شدی. منظورش اینه که ماها واقعیت های این داستان بودیم، یعنی شاید هم واقعیت رو انتخاب کردیم. خب حقیقت رو آره. اینجاش میگم خیلی باحاله، میگه با موج خروشان تیرگی مقابل من آروم میافتادی توی ساحل من. یعنی با وجود همه تیرگی ها و سد ها و چیزایی که روبروی من بود که مثل به موج تشبیهش کرده، تو افتادی تو ساحل من، یعنی تو به من رسیدی، یعنی من تو رو به دست رو. اگه یه بشه تو ترک قبلی بود میگفتش که من ساحل رو انتخاب کردم و خسارت دریا رو دادم رفت. خب حالا تو افتادی تو ساحل من، یعنی تو از اون دریا تو نصیب من شدی. آره چقدر خوشگل گفته اینجا. خیلی جالب. من آری به زندگی رو با تو فهمیدم این که این بار سنگین و سرسخت میکشه. دنبال تاریخ بگردی تو دست و پای زخمی آهنگای ما، دنبال تاریخ بگردی تو شعرهای واقعی باورای ما، دنبال تاریخ بگردی سایه های زیر و فونت ستم، دنبال رقصنده هایی که رقصشون گلول است تو صورت ستم، دنبال تاریخ بگردی که قدرت نداره اعتنا به رقص ما، دنبال تاریخ بگردی صحنه های وهم خواب پا برهنه ها، و تو از هر شهر و هر صدا که میای به سمت زندگی واقعی، یعنی مبارزه میون خورشید و وهم سایه ها، دنبال تاریخ بگرد رقص. به به چقدر خوب داره حرفای، چقدر این رسمه اصلا خیلی نداره، یعنی این کورسش اصلا عالیه. میگه با نگاه به تاریخ همه حرفای ما در کلیاتش اینه که این چیزی که من دارم میگم و یه نگاه به تاریخ کنی آره. به واقعیتش پی میبری. کلیاتش داره اینو میگه. خیلی قشنگ گفت اینجاشو. واقعا کورس درجه یک. آره. مبارزه میون خورشید و وهم سایه ها، دنبال تاریخ بگرد رقصیدیم تو این جهان تنگ بنا شده، این ارواح مقروغ مردگان رها شده، با گوشه چش نگامون میکردن آجرا تو استخونه بی جون خونه های فقر، وقتی که باد جدایی آواز شد آخرین استکاک دست ما ساز شد، من از پشت کشیده شدم توی طوفان، من پنجه هام مشت تو پنجه هات باز شد، از اون روز که تو سایه ها جدا شدیم مثل همه همسایه ها. میگه تو پنجه، من پنجه ها مشت و پنجه هات باز شد، یعنی من دنبال جنگیدن بودم تو پنجه هات باز شد، انگار منو بغل کنی نه؟ تو من فکر کنم که منظورش اینه که تو کوتاه اومد. ببین اینجا داره رسید به جایی که حالا از هم جدا شدیم چرا. خب بعد داره میگه که وقتی که باد جدایی آواز شد آخرین استکاک دست ما ساز شد، یعنی آخرین لحظه‌ای که ما دستامون بحث شده شد، یعنی شاید اشاره به اینه که دستامون دست هم رها شد. چقدر خوشگه. من از پشت کشیده شدم توی طوفان، من پنجه هام مشت و پنجه هات باز شد. میگه در حالی که من از پشت کشیده میشم، یعنی طوفان یعنی مشکلات یعنی این چارچوب ها یا هر چی منو گرفته بودم، من همچنان
مشتم بسته بود، مشت نشون اعتراضم هست. آه. من همچنان داشتم اعتراض میکنم به این قضیه. آه. ولی تو دیگه کوتاه اومدی، تو دیگه حالا اینو تو مثلا از اعتراض دست کشیدی یا از خواستت دست کشیدی. شاید تو میگی که این کوتاه اومدن، من فکر کنم که این داشته تو مشکلاتش قرار میشه ولی هنوز میجنگیده، پنجه اون باز شده که شاید اینو بتونه از مشکلات بغل کنه، نجات بده. البته نظر خب من که این هم میتونه باشه، ولی خب آخه داره در مورد جداییشون میگه. خب اون میخواسته میبینی هر کی آخه اینقدر بودای زیاد داره. آره، هر کی به نوعی برای خودش برداشت میکنه. خب بریم بقیه. تو پنجه هات باز شد از اون روز که تو سایه ها جدا شدیم، مثل همه همسایه ها جدا شدیم. تو جوونه یه کوچیک رونه حال زندگی که تو روز تقسیم شاخه ها جدا شدیم. هوای شاخه من شک شد، دور از شاخه تو شاخه من تک شد. تا آخرین لحظه رسیدی به بودن، تا فهمیدم درخت این قافله پیچک شد. به به، خیلی خوشگله، یعنی خیلی خوبه. تمام این اتفاق افتاده در لحظه جدا شدن، اینا رو همه رو طعمش رو چشیده. ولی میگه ما دوتا جهت داره توصیف میکنه که خودشو، خودش و اون رو، مثل دوتا جوانه که رو درخت بودن در کنار هم رشد کردن. اما اومدن و شاخه رو از تنه جدا میکنن، اینجا از هم جداشون کردن. و میگه با این جدایی همه زندگی من شک شد، دچار شک شد نسبت به خواسته هام، نسبت به آرمان هام شاید. ولی آخرین لحظه رسیدی به بودن، لحظه آخر متوجه شدم که هستی، که نرفتی، که جدا نشدیم. چرا؟ چون فهمیدم درخت این قافله پیچک شد. یعنی ما از اولش به هم تنیده شده بودیم، این پیچک تو هم بودیم و جدایی ناپذیر بودیم. خیلی خوب بود. واقعا تشبیه های عالی، استادانه دیگه، عالی. تا آخرین لحظه رسیدی به بودن، تا فهمیدم درخت این قافله پیچک شد. دنبال تاریخ بگردی تو دست و پای زخمی آهنگای ما، دنبال تاریخ بگردی شعرهای واقعی باورای ما، دنبال تاریخ بگردی سایه های زیر و فونت ستم، دنبال رقصنده هایی که رقصشون گلول است تو صورت ستم، دنبال تاریخ بگردی که قدرت نداره اتنابه. اینجا که میگه رقصنده هایی که رقصشون گلول است تو صورت ستم، تو ورس اول رقص رو داشت به آزادی و رها بودن برخلاف جهت حرکت میداد. میگه اونایی که این کارو میکنن رقصشون، یعنی همین عملشون، یه گلوله یه تو صورت ستم، یک مشتیه به ستم. به خیلی قشنگ دیکتاتوری، به دنیای امروز که پر از ستم. چقدر قشنگ آزادی و رقص رو با هم تلفیق کرده، خیلی خوشگله. با من رهاییش خیلی قشنگ به رقص تشبیه شده. تو صورت ستم دنبال تاریخ بگردی که قدرت نداره اعتنا به رقص ما، دنبال تاریخ بگردی تو صحنه های وهم خواب پا برهنه ها، و تو از هر شهر و هر صدا که میای به سمت زندگی واقعی، یعنی مبارزه میون خورشید و وهم سایه ها، دنبال تاریخ بگرد. خیلی خوب، کورس کار عالی بود. تو در طول تاریخ از ابتدای به وجود اومدن بشریت میتونی ببینی که همیشه مبارزه بوده، مبارزه بین خواسته هات و قدرت، بین برای شکستن چارچوب ها. و چه اسم زیبایی، اینو هم بهش رقص میگن هم پیچک. پیچک در هم تنیده. آره. آخه پیچک هم تو نگاه کنی نه که در هم تنیده، مثل رقصیدن، مثل رقصیدن دو نفر با هم دیگه. این چقدر تشبیه عالی داشتش واقعا، خیلی خوب بود. و اینه که اگه تو از این بود نگاه کنی که اینو داره برای معشوق خودش میگه، دیگه اصلا چند برابره. آره، ولی خب یعنی بود اجتماعیش. آره. هم اجتماعی هم داره در عین حالی که نمایانه. خیلی ببین انگار دلیل. از خودش و معشوقش میگه ولی اینو بس میده به کلی تر. آره. کلیات. آره. از جزئیات به کلیات میده. خیلی جالب بود، کاش که میتونم یه بیت کوچولو اینجوری شبیش بر تو بگم. واقعا استاده. من واقعا لذت بردم و نمیدونم چرا این حس منه یا واقعیتش همینه. هر چقدر که این آلبوم داره میره جلوتر، برای من داره هی وارد یک فضای سردتر و تاریکتر میشه. دقیقا این حالتیه که
تاثیرگذاره دیگه. انگار که راوی داره وارد هی تاریکی و هی سردی بیشتر میکنه ما رو با خوش همراه. ما روزی یه دونه میایم ریاکشن میکنیم، بعد تا فرداش تا آهنگ بعدی خود آدم درگیرش اگه بهش فکر کنه. اینه که تا این 17 18 تا ترک داره ما تازه 16 6 تاش رفتیم 12 تا، یعنی تا 12 روز دیگه زندگی ما همینجوری میره جلو. افسرده نشیم خوب. من حقیقتش خیلی سال هاست که یه سری کتاب ها رو نمیخونم، یه سری چیزها رو تو میدونی که درگیرش نمیشم، ولی علی سورنا داره من برمیگرده به همون روزای کتاب خوندن و اون فضا، اون فیلم های اون سبکی و... حالا من یه جورم خونده بودم که اصلا میخواسته کتاب کنه این داستان ها رو و بهش مجوز ندن و به همین دلیل آورده تو شعرش، که یکی نمیشه چقدر خوب که مجوز کتاب رو بهش ندن که اینجوری بیادش این آلبوم های قوی رو بده. قطعا این که اونم به سبک رپی که این روزا خیلی همگیرتره مخصوصا تو نسل جدیدتر، اینه که بیشتر شنیده میشه و امیدوارم که حالا این حرف رو ما زدیم که تو رو میبره توی سردی و اینا، اون سردی دنیاست، ولی پوینت های مثبتی داره. امیدوارم که این پوینت های مثبت چه هر کی که گوش میکنه تو زندگیش به کار بگیره دیگه. تو وقتی میری یه کتاب مثلا صادق هدایت هم که میری میخونی بوفکو تو اون سیاهی و تلخی هاش کلی پوینت مثبت میتونه بگیری. صد درصد. بس که جنبه به قضیه نگاه کنه دیگه، نیمه پر لیوانو ببینی یا نیمه خالی لیوان. بچه دمتون گرم با ما همراه بودین. یه دوتا خواهش دارم ازتون، یکی این که یک اونایی بچه هایی که میدونم که آلبوم های سورنا رو دنبال کردن میشناسن، یه توضیح در مورد نگار ممنون میشم که به من بگین که این شخصیت نگار تو آلبوم های قبلی چی بوده و چجوری بوده، یه کلیاتی من بدونم که داریم آلبوم انجام میدیم. یکی دیگه این که یک نظراتون رو برای من بنویسین که چرا از این کاور آرت، از کاور آرت این ترک دیگه حصار نیستش توی این کاور، یا هست شاید به نظر شما، نظرت ما فرضه که جلوی راوی قرار داره یا به نظر من که نیستش و چرا باید کوله پشتیش و ایناش دست راوی باشه. اگه شاید شما بهتر بدونین یا ربط داشته باشه بتونین که اینو راحت‌تر تحلیل کنین، ممنون میشم نظرتون در مورد اینم برای من بنویسین حتما. بچه ها دمتون گرم، میدونم خیلی هاتون این باعث افتخاره و لطف دارین به ما که میگین هر شب منتظرین که این ویدیو ما بیاد بیرون راجع به آلبوم سورنا و ببینید. دمتون گرم، واقعا کلی احساس خوب به ما میدین، کلی انرژی میگیریم. ممنونیم، امیدوارم که هر جای دنیا این ویدیو رو میبینی حال تو خوب باشه، سلامت باشین و هوای بغل دستیتون هم داشته باشه. اگر همچنان کار ما رو سابسکرایب نکردید از این بغل میتونید سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید که نوتیفیکیشن برات فعال بشه، هشتگ مدبس مربوط به من و اونایتای در کلیه فضای مجازی و آدرس سوشیال مدیای ما فیسبوک، اینستاگرام و توییتر هم این زیر هست که خوشحال میشیم اونجا من و اونایتا رو فالو داشته باشین. حرف آخری داری؟ نه دیگه، دمتون گرم بچه، دمتون گرم، هر جای دنیا هستین روز و شب لاکچری داشته باشین. خدا نگهدار.